ارتای خدا نمیترسی؟ ما دت چی بدی کردم که همین گپارا در حق من میگوی؟ شرم داره مردک. و گوی آزانه با او کلیتی خونه سه حجرادو رو توفه کرده است. اون زن کیست که کلیدی خونه رو به دست شما داده بوده است؟ سوالانی که به بینیش بسیار چقه می شود. 15000 سومن پرته برام جرایی کنم شما رو خلاص پرام خلاص بشنی. زولوشکا دندونهایش رو پورا دیگر می کنند. چون اکه از اینترنت خبردار شده. یکون نفر دیگر پیدا نشد که دندونهای شما رو هم. بله. برای که اگر دوگر فهمیدم از همین سوال خودم کنار گرفتم. نمیدونم چه سازم با دل خود چرا آشفته در دنیای امروز. من با دوستان خود توصیه میدم که کمپانی ارسک پیدا شده است و در اینجا با معاش خوب کلی آدمان بیکار رو به کار جلب میکنند. شما میخواهید که در مدت کوتاه به مرتبه های بلند رسید و در اینجا موقع خود رو پیدا نموده صاحب پولی کلان شوید. این مبلغ هایی که شما در نوار میبینید خودی خودش، یعنی که در یک مدت کوتاه این زنی که شما واتساپش دیده شده صاحب شده است. یعنی طرز کار آنلاین است و در اونجا گروپ های خود رو دارن و در گروپ نازکوی کار سکرتوی کار یک تا به یک تا و زنها دخترها عموماً دانشجویان میفهمونن. بیاید بهتر همه گپ رو من نگویم، بهتر به شما انمی رقم هایی که واتساپ است نویسید پول را به پول میفهمونن. یک سی رو به شما میگویم، یک دوستی من در همین کمپانی ارسک کار میکنن و در یک مدت کوتاه تقریبا 100000 روبل روسی رو به دست بیارد. پس با شما پولی کلان نمیفرد. بیاید شما هم مثل دوستانی من بکار دارید. درود تماشابینی همیشه فعال کانال مهروپرو. اینک فرصت دست داد باز دیده با دیدار رسیدیم. برنامه ما عنوان دارد چهره اینستاگرام و مهمان برنامه ما هستند زبیدالله. شاید حیران شوید که زبیدالله چند مدت پیش مهمان برنامه ما شده بود و امروز باز چرا او را دعوت کردیم. سبب در آن است که بسیاری ها میخواهند دانند که پس از برنامه ما در شهر آوازه شد که گویا او صاحب خانه و دری زمانوی گشته است و گویا زنه با او کلیتی خانه سه حجرادو را توفه کرده است. برای دانستن حقیقت این آوازه ها ما زبیدالله را به برنامه دعوت کردیم و بیاید بهترش خودش بهر ما و شما روشنی میاندازد. اهمیت داده باشید مدت 3 سال است که ما شرکتی بخر را به همگان توصیه میدهیم. مهاجران عزیز، میخواهید که حجت های خود را سری وقت بود کرده از سرحد گذارید پس به شرکتی بخ هم مراجعه نمایید. زبیدالله، انتخاب شما کدام شرکت است؟ شرکتی بخ. خوش آمدید زبیدالله. سلام باشید. چی حال دارید؟ خوب هستید؟ خدا بشکر. میدونید علاقه اودیتوری ما شما را دوست داشتم و کدام خاطر به خاطر که شما هر چیزی بود حق را گفتید. یگان چی پنهان نکردید و عذابهای خود را بدون پرده نقل کردید. امروز که شما مهمان برنامه ما شدید، اولا سوال تماشابین ما همین است که زبیدالله صاحب خانه شده است، راست است؟ اولا سلامی صمیمانه خود رو به شما و بعدم به تمامی تماشابینانشون میرسونم. راستی که این سوال امروز زیادی مردمون از من میپرسن، ولی این اساس ندارد، این دروغ است. یعنی که شما صاحب خانه نشده؟ بله. اون زن کیست که کلیدی خانه رو به دست شما داده بوده است؟ یگان زن با من کلیدی خانه نداده است. این میشمیشو فکر میکنم که از جانب بیگانه ها نه، بلکه از دوستان شما پیدا شده بود. من حیران میشم که وقتی که در زندگی یک نفر دخالت نمیکنه، با کارش کاردار هستی، اما در کاری تو بینی نخلونم. من حیران میشم و من با چنین آدمان گفته نستم که سرشان با کاری خودشان گیرم. تماشابینان عزیز، من با گفته های زبیدالله راضیم، زیرا با کدام خاطر ما زبیدالله رو به برنامه دعوت کردیم؟ بسیاری شما میگید که دیگر آدم نشد، که مقصد باز همین مهمونی برنامه شما شد، محض به خاطر که او صاحب خانه شده است یا نه. بسیاری شما از من پرسیدید و من خواستم که در پیش چشم اودیتوریا خودی زبیدالله حقیقت رو بگوید. شما به سوال خود جواب گرفتید، دیگر فکر میکنم که این چنین سوال ها به ما نمیپیوید. تماشابینان عزیز، من امروز یک گره یک مشکل رو در پیش چشم شما میخوام کشویم و زبیدالله شاید از این سیر آگاه نیست. زبیدالله، وقت زمانی که ما برنامه رو شروع کردیم و در یوتیوب پخش کردید، در اونجا رقم های تلفنی ادمین ما نوشته شده است که برای رکلام مراجعه نمایید و یک زنه یک کتاب اس ام اس روان کرده، از ما بسیار خواهش کردن که من میخوام که به زبیدالله کلیدی خونه ام رو توفه کنم، او همراه مادرش و همسرش اومده زندگی کند، ولی یک سوال، همین که دوستانش با ما پیغام خوب دادن، اگر گویان که در حقیقت او انسان خوب است، مقصد ارزنده همین خونه و در است، من روزیم که در پیش چشم شما ژورنالیستان کلید خانه رو به زبیدالله توفه کنم و برای دلیل اگر خواهید من اس ام اس اون زن رو به شما نشان میدهم. اما ما با چند دوستان شما زنگ زدیم و اویدی شما پرسان شدیم، همگی رد کردن، همگی گپوی سخت گفتن و یگون نفر پیدا نبود که گپی مثبت گپ زند، همه منفی گپ زدن و دیگر ما علاج نیافتیم و همون زن رو به دوستان شما پیوست کردیم. من نمیدونم که اون زن چرا یک بار از دادن کلید خانه سرکشی کرد و با همین قد کرد همین توفه رو.
شمو چی نظر داری؟ چرا دوستانی شما به هوی بد دادن؟ من راستی رو از این سخن آگاه نبودم، یکم بار شنیدم. اولا منداری صدقان و صمیمی خود رو به زن مادر میرسونم که فکر کردن در فکر من بودن. هزار سپاس با شما. خداوند دولتتان رو از این هم زیادتر گرداند، تمام آرزوهای دلتان رو برآورده گرداند. ولی اکی رستم جان یک چیز فراموش نکنید که حاضر در زمان حاضر دوستان دوستی جانی رو یافتن بنهایت مشکل است. حسن نفرانی که در رویت میخندند و از خفایه چند تا گب میکنند. در حیاتی من شخصا بودن دوستانی که در پیش من تعریف و تفسیف میکردند من رو، از پسم هر گب میگفتند. ولی من خود که جوانی دهاتیتی بودم، در دهه کلان شده بودم، وقتی که به شهر آمدم یک و یک از چشمم باز شد، ندانستم که با کی گردم. من همه رو یک میدیدم، دوست و دشمن من هم خیلی خیلی، و یک دور رفیق پیدا کردم که با آنها هم نشینی کردم. خواستم که از کار و تجربه آنها کمی بهره گیری خود از جهت مثبتش بهره را گیرم، از جهت ایجاد و از جهت کار و افتار سوی اینترنت. من که در دهات کلان شدم از این چیزها اونقدر برخوردار نبودم، ولی من بعدا شنیدم که آنها در خوبی من نبودن، آنها در بدی من بودن. ولی من همه قدر رو گفتنی هستم که خداوند هر کسی چین دیل نیت چی میتید. حاضر در همین زمانه یک کسی از یک کسی گر که کمتر بلند طرف در دشمن پیدا میکند. اینو من نسبت یکان کس بدی ندارم، نسبت یکان کس خصومت ندارم. خداوند هر ازشان در کجای باشن سلامت باشن. و همین قدر خواهش میکنم که من حاضر یک چند وقت میشود که از همین سوها خود رو کمتر کنار گرفتم، برای که یک دو گفت فهمیدم از همین سوها خودم کنار گرفتم. چی مگر با شما بخیلی میکنن؟ بله. میگن که شما رو چشم میدن ندارن. بله. اونها نمک خور هستن کو. بله بله، لیکن نمیدونم. تو جای میدونم شما با اونها بسیار کمک کرده. البته من با دوستانی که در پهلوی من بودن زیاد خدمت کردم، بچنی توانایی‌ام، لیکن حاضر نمیدونم که از کفای من گپ چپ میکنند. باز در پیش همون نفرهایی که گپ میگویند همون آمده با من میرسونند که فلانی فلان گپ گفت، فلانی این شد آن شد. خیلی خداوند همه شما تحقیق تیاد رو از پای کار بار خدا شما شوند. به یک چیزگر میخوام رفشانی اندازم که من که خود گفتم که پسری دهات بودم، یکی بار بارا مشهور شده به شهر آمدم با دوستانش نشستم که بعدا فهمیدم که آنها با بچگونه کارها مشغول بودن، مینوش بودند و با دیگر راه ها. ولی مردم در فون آنها مرا به بها میدادن، به همه گفتنی هستم که از همه تان احترامانه خواهش میکنم که یک نفر دیگر رو در سیما یک نفر دیگر بها ندهید. اول با یک کس نشینید هم صحبت شوید، از خرکتر آن کس با خبر شوید، بعد بهادید. من فکر میکنم که شما علاقه چشم خود رو باز کردید و دوستانی دشمن صفت خود رو بله شنوخته. بله من شنوختم. زبایدلو یک سوال دیگر دارم و باوری دارم که باعث نراحتی شما نمیشود. از یک جهت خوشحال شدیم که شما ستاره اینترنت گشتید، ولی از یک چیز دیگر غمگین گشتیم که همین ستاره شدن شما در اینترنت باعث ویران شدن زندگیتون گشته است. یعنی شما از همسر جدا شدید. راستگر من حیران میشم به همین مردم که به زندگی شخصی اینقدر افراد کاردار میشن، و ولی این سوال به من زیادتر میدهن. حتی در دهه که من زندگی میکنم همین آوازه ها علاقه پیدا شده بود. لیکن من یک زیاده گفتن هستم که شما خطا میکنید. من از همسرم جدا نشدم، زندگی ما خوب است، در بین ما هم دیگر فهمی است. خودم احترام میکند، هنرم احترام میکند، صنعتم احترام میکند. خلاصه یکون مشکلی در بین ما وجود ندارد. از اون که شما زمانی با همسرتون اولاد دار شدید، بین دخترها و بین سراینده ها نبوده. امروز که بین این طایفه انسان ها میبیند رشک نمیکنه؟ نه، من به اون کس همشه گفتم که این تنها دایره کور است، یکون چیز دیگر نیست. همسر هر من خود باسواد است، اهل فهم است، یکون مشکلی ایجاد نمیکنه. ما شنیدیم که شما محض به خاطری که
در اینترنت شناخته شده و مردم شما رو بسیار احترام میکنند. کاری دوست داشته خود یعنی که معلمی رو در غرب پرت افتید و به دوشنبه اومده. راست است. خوش خبر دوستان. شما در روسیه از نداشتن حجت تنقیسی میکشید. من به شما یک برادر تاجیک خودم رو توصیه میدم که در اونجا استودنتسکی بلیت تیار میکنند و این مشکلی شما رو در تمام منطقه مسکو یعنی شهرهای روسیه حل میکنند. واسه که در روی اکرام بلیت سمیر جمعخونوف است. سن و سال مهم نیست. اگر چی زن است یا اینکه مرد است بیمه میتوانند مراجعه نمایند. با حجتی آماده کرده سمیر جمعخونوف شما میتوانید که یک سال در حدود شهرهای روسیه آرام و آسوده گردید. نفرانی که در شهر مسکو هستند میتوانند بیمالال از دست خود سمیر جمعخونوف حجت را گیرند. رقمو در روی اکران. سلام من روشه بهترین سوال. راستی گپ من افتخار میکردم که آموزگار بودم، تربیتگر نسل جوان بودم. از کدام فن درس میگفتید؟ از فن تاریخ و حقوق. حالا هم افتخار میکنم زیرا نان آموزگار حلال است. ولی من در برنامه یکی ارزو نیز گفته بودم که در دهات اینترنت خوب کار نمیکند. از جهتی موج تنکسی میکشیم. من به همین خاطر کار معلمی رو مانده و به دوشنبه اومدم از همین سبب. یعنی پرت افتید پورا؟ پورا نیو قسمت. ولی اگر امکان شود من حتما باز آموزگاری میکنم. زیرا کسب آموزگار افتخار است برای من. زیرا من اولین قدم های خود رو در مکتب گذاشتم. کار خود رو از آموزگاری شروع کردم به همین خاطر. بسیاری ها نمیدونن که زبایدلو هنر شاعری نیز دارد. چگونه مایل پیدا کردید که با شاعری مقصد توجه ظاهر کردید و امروز شما رو همچون یک شاعر، همچون یک نفری که در روح فرهنگ و ایجاد می نویسد خوب با فکرم اونقدر خوب نمیدونم. بهترش خودتون قصه کنید. راستی من از صنف نهمگی که در مدرسه میانم میخوندم در تمام آزمون ها اشتراک میکردم و سازوار جمهوری نمایان میگشتم. همزمان در همه چهارمین های ناحیه، مؤسسه، جماعت راوی بودم. یک دلم کشیدوی شعر خوندم. اولین شعرم ها از یادم نمیرود. یک شهر زیبا، هم شهر گلها، مشهور امروز در روی دنیا. اینجا دوشنبه شهر سیاهی با قصر ملت، هم کاخ سامان. اینجا از آباد، هم شهر آزاد. این اولین شعری من بود که ایجاد نمودم. ولی در دو مرحله شعر ایجاد نمودم ممکن است به فکر من، یکی در وقتی زیقی، یکی در وقتی خورسندی. من اصلا اول باوری نداشتم که من میتوانم صاحب کتابی خود شوم. ولی شعرهای خود را که میبردم به نزد شاعران ناحیه رشک و آن وقتا که بعد دوشنبه امکانیت آمده نداشتم آنها تحلیل میکردم. چی مثلا رئیس ناحیه رشک عضو مجلس ملی مسئول جمهوری استان است محترم دیزاده زرینه، پیش وقت معاون اولی رئیس ناحیه بودن، اون کس دسنت فیلولوگ هستن، شعر و شعر خوب میفهمن. با پیش اون کس میبردم، با پیش دیگر شعر میبردم تحلیل میکردن. باز همزمان مدیر بخش فرهنگ ناحیه رشت لایق و از امرت بینید ما رو دستگیری میکردن در همه سوها ها. آنها تحلیل میکردن و با من باز خطاگی ها میگفتن. من همی خیلی همی خیلی ایسته ایسته ویجده. بعد سال گذشته اولین کتابی خود رو با نام احساس دل روی چاپ آوردم. بهترین. و امروز ما شنیدیم که شما شب ایجادی خود رو در دوشنبه جشن میگیرید و کمی در باره این قصه کنید. راستی من خواستم که اولین شام ایجادی خود رو در شهر دوشنبه برگزار نمایم. با اشتراک که همه دوستان رو دعوت میکنم. ولی کی و در کجا برگزار میشه؟ باشد 20 دکبر در کاخ سروش ساعتی 2:14. و در اونجا اهل هنر صنعتکاران؟ بله بله، من در نظر دارم شما دعوت میکنیم نوزیه کرامت الله نگین امانقلاوا، امید جان برهان، شاهین عبدالایف و باز نه اکوی روست همجان اگر یک دو سوانده بیانو بیتر میشود. تشکر، ما در خدمت و خدا خواهد یک ماه پس حتما شب ایجادی شما برگزار میشود. من زیاد میخوام که در سطح عالی گذارد. همه کسا؟ زیرا که میخوام که شعر و شاعری رو کلم رو به نسل جوان خاطر نشان نمایم که تا مردم تاجیک صاحب زبان است، صاحب قران است، به قدر قلم و شاعر برسند. دوستان عزیز، من دعوت به عمل میارم که بیاید همگی
شومی اجودی زبایدلو رو همگی چون نور روشن میبنمایه. رحمت تشکر و سوال دیگری مو. بسیاریو از ما یک سوال میپرسن. چرا محض وزارت مدافعه با شما عنوان دادن؟ با کدام خدمت ها میگویند؟ چون ما میدونیم دوست شما هستیم از این درک داریم ولی تماشابینی ما نمیدونند. راستگر مردم زیاد فکر میکنند که برای خواندن شعر زیمن رنجیده محترم وزیر به من میدال داده است. اما این خیلی نیست. من که خود اشتراکچی آزمونی جمهوری فروغ سپید دانایی هستم، از نمیت ایجادی نظم، همزمان مؤلف کتاب هستم. محترم وزیر مرا قدر کردند، دعوت کردند از میدالی جشنی 30 سالگی خود مثال جمهوری تویستان رو تحفه کردند. من فکر میکنم که شما تماشابین عزیز دیگر سوال نمیدید که چرا با او عنوان دادن و صاحب دیپلم و جایزه گردید. انا خودش به زبانی خودش گفت، چون میگویند که سخن از زبانی لقمه خوش است. زبیدلو حقیقت را گفتن. زبیدلو پس از آن که برنامه کرده گذاشتیم، بسیاری ها نوشتن که خیلی شکر نمیگوی که در تاجیکستان به خانه و به جای ماندی، بله به ما نمیگوی که ما در شهرهای بیگانه به خانه و جای میمانیم، عذاب میکشیم. چرا شما رو خطا فهمیدن؟ نمیدونم، مردم فکر میکنن که زیادی ها مینویسن که طالبان‌ها این خیلی اون خیلی، ولی من زیاد فکر من آرزو ندارم که خانه باشم، من داشته باشم و من مقصد سرم با آسمان گرفته رو گردم که من معروف هستم. خیلی خیلی همین یک جای باشد که خسکپا باشد و از آن خودم باشد، ولی خدا خواهد حالی من جوان هستم، انشاءالله در آینده همش خوب می شود. روسیه من همین بنزی که در فدراسیون روسیه بودم از این خبر دارم و سوال دادنی بودم که چی گونه این سفری شما مقصد که به اونجا سر زد و شما اونجا رفتید؟ یک مسئله اولوی بود من رفتم. من در فکر کنسر ماندن هم نبودم، من به یک مسئله شخصی اولوی رفتم. این در پس پردمانات خوبتر میشد. بعد در آنجا از زیادی مردمی تاجیک در همه جا مهمان نواز هستن، مهمان دوستدار هستن. شما را چی گونه قبول کردن؟ چی گفتن؟ باید ولی از این فرودگاه که فر اومدن پیش باز سر شد تا با اومدنم باز باور میکنی هر شب در تگیدم 3-4 گروه می اومدن که با همراه موروی مهمانی، با همراه موروی. خیلی من تا حد امکان رفتم دیدم، با غریبان هم صحبت شدم، از حالشان خبر گرفتم. لیکن من راستگاه زیاد غمگین شدم که مردم تاجیک، مردم فکر میکنند که در روسیه پول ریختگی است و اینا میشنن میورن. من یک چیز درک کردم که در غریبی، در عذاب، در خنکی، عذاب کشیده جوان مردی تاجیک دو تنگه به دست میارد. اصلا با شما هر کسم به این کار تاب آوردن نمیتواند. تشکر. چون در برنامه قبلی گفته گذاشتید که چقدر عذاب کشیدید از بیخانگی و بیجایی، امروز اجاره نشین هستید شنیدیم. راست دیگه بینیرات وزیر مشکل است در همین دار و زمان. از این آن قرض میکنم، پرداخت میکنم، باز خیلی کار کرده دانه ها میدیم. ما شنیدیم که یک زن پس از برنامه به شما مبلغ کلان تحفه کرده است. این گپ راست است؟ نه، شاید بودن اون، اما دوستو آنی خوب که نداد نداشتم هر گپ گفتن از فیلیاشون گشت. بعد همون مسئله نیلوفری سرباز در حقیقت پس از برنامه ما درک کرد، فهمید که شما همون روز پول نداشتید. بله بله، اپای نیلوفر جان بهتر انسان است، به من زنگ زد، زیاد گفت، هم عشق شادی ریز زادم هم عشق غمگینی. من زیاد اون نفر رو دوست میدارم و با اون کس گفتنی هستم که تا وقتی هستم خداوند باشه در بر ما. تشکر. باز با من به نهایت روحیه بخشید، گفت زیغ نشو، انشاءالله دل و نیتت پاک است، خداوند میدهد به تو رو. زبیدلو، در زندگی از دست دادن چی و یا کی سخت میترسید؟ پیش از همه از تهمت میترسم. خداوند به تهمت ناگهان گرفتار از شوی بعدم از دست دادن مادر میترسم. مادر رو سخت دوست میدارید؟ به نهایت سخت دوست میدارم. و این پیش روی های شما رو دیده اون کس خرسند میشود؟ میشود همیشه در روی جرموز در حق من دعا میکند و هر گاهی که من با تلفن با اون کس هم صحبت میشم عشق میریزم.
دوری نیک می دیدم راش کی مادری اشان نیست کی وقتا شما با دوشان بی اومده دو چند اوچاخون چند مادر خون پیدا کردید نه راش کشانه ایسا اما می گوید که زود زود بیام زود زود می روید بله زود زود می روام اصابه که همسرم در غرم است من زود زود می روام وقتی دیکتی که من با فیدرسی رسیل رفتم مادرم واتساپ ندارد تلفن کرد هم میگم کار وقتی که من برگشتم گفتی خیال کردم که 3 سال شد نیستی از مونت شد است فرزانی کلونی هم مهراز زیادتر است بعد از شما چند نفر دیگه؟ 3 نفر دیگه دو خواهر و یک برادر دارم چند سال هستن؟ خواهرم یک تا شوهر دارد یک تا دیگه گل سنف 11 دادم سنف 9 بهترین و زبایدلو زولوشکا دندون هایش رو پورا دیگر میکنن چون آنکه از اینترنت خبر دار شده یکون نفر دیگر پیدا نشد که دندان های شما رو هم بله چقدر عجیبا همین روز من رفتم کلاب گرفتم چی خیل با دستگیری که سپانسور کیست؟ خودم سپانسور یک دکتر همونجا روز دیگه من دعوت کردم من رفتم کلاب هم گرفتم نصیب پگوی روزگار رفته از تفکر می شوم تبسم دیگر می شود بله ولی یک چیزی که مردم مرا می بینیم ایراد می گیرم بعدی و می خواهم که بینیم اپلیت سکنم در حقیقت بسیاری ها بینی شما رو در تک نوارها می نویسن یعنی خواهد چکار کنم بینی خود رو کتاب می کنید بله پیش روی پیش روی بعد من یک هم بعد من یک هم میگویم که اخی همون نفره که می نویسه بینیخه بینیخه خیلی 15,000 سومون روان که من برام اپیرات سکنم تو رو خواست من هم خواست بهترین پاسخ نفرانی که با بینیش بسیار چقه می شود 15,000 سومون پرته برام جرایی کنم سومون رو خواست من هم خواست بشنیم دیمان انجیده گفتم ما همیشه رو یاد کردیم چی می شود که یک میسرش رو چون شما 5 قسم خوندید یکی از قسم های همین رو میتونید برای تماشا بینید زیمن رنجیده را برحمش چه خیلی نبست؟ زیمن رنجیده رنجیدند را من نمیدانم مرا سنجیده سنجیدند را من نمیدانم بس بر جان خود کردم ستم تا این که بازایی سبب در چیست که از من رفتند را من نمیدانم عجیب تشکر و قسمت ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهمش که می براید؟ قسمت ششمش قسمت خاتموی است همین پاگوی او یا پاگوی دیگر می براید این 5 قسم افشاگری رنجیده ها بود یعنی زیمن رنجیدی رفتی بعد از این چی؟ انا قسمی خاتموی یعنی قسم ششم افشاگری که برگرده کن بیا رنجیدن بس باز بیا ترسیده ای رنجیده ترسیده همه بس بیاز با یعنی که دیگر رویه کن بله بله میبراید بله بهترین کی اکون از پسی ایجادی نو میشود پگاه یا پگاه دیگر کس میشه میپرتون بعد باز یکان فکرهای دیگر میکنیم باز چون بسیار شاهد شدم شما با زولوشکا دوستی قوی داشتید بله. زودو در علاقه بودید و یک جا صحبت میکردید چی سبب شد که یک بار از هم دور شده؟ چرا جنگ کرده؟ نه ما بزرگش که جنگ نکردیم دوستی خوب هم داریم کارهای وی زیادتر است کارهای من هم زیادتر است از همین سبب با هم کم وقت میگذارونیم اما انشاءالله در آینده نقشه هست چی میشود که در توی محفل ها هر دویتون به صحنه و روی ولی ما را بسیارتر توی دارو زنگ میزنن میگن که با خود زالش که کرو بیار اما راست دیگر یک چیز است که حاضر یک کار کنی در بلا میمونی من توی دارم میگویم که خودم زنگ زنید موفقه حق نید راضی شود چرا نه یعنی شما بنده رو شدن نمیخواهید بله بله شاید از این هم شده خورده بله البته من شده خوردم که همین پرو بس کردم بیگونه میتواند که به شما دشمن شود نه بیگونه نمیدوند نمیشناسد همین خودی ها میکنند چون شما جان خود رو به جان اونها میدهید بله. در تمام پستی و بلندی و دستشان رو میگیرید بله من از نون یکان کس نمیخورم لباس یکان کس نمیپوشم ولی یک چیز علم هم میبیاد مرا که من همین قدر خوبی میکنم پاسخ خوبی من بدی است نمیدونم دستی من نمک ندارد
من چندین کس خوبی کردم از دوره مکتبخانی تا به حاضر، لیکن در پاسخ خوبی های خودم یکان خوبی ندیدم، فقط بدی دیدم. بهودو نمیگن که ما ساده بودیم، ساده موندیم، دروازه خود کشاده موندیم، داده خری خود به هر گدوی در راه مراد چی موندیم؟ دقا موندیم، پیاده موندیم. زبایدالو، چون بسیاری ها نمیدونن که شما علتی مادرزادی داره، یعنی که زبانتون وقتی حرف میزنید میگیرد. بسیاری ها شما رو مزاق و مسخره کردن، در تک نوار هر خیلی گپ گفتن و حتی آنمون تلفظ شما رو که با آنمون حرف ها چون گپ زنی شما آوردن، از این چیزها شما خفه نشده؟ زیغ میشدم، خفه میشدم، حاضر عادت کردم، ولی من یک زیغ گفته نیستم که این مادرزادی نیست. از سنوی پنجمگی و ششمگی هم اگر به همگان معلوم است که در دره کمرون جنگ شده بود، همون چند نفر سلطه رو کشتن، شهید شدم، از همانجا من ترسیدم، همی خیشدم. ولی من گفتنی هستم که همش کاری خدا است، درد خدا است. من هزاران بار شکر میکنم زیرا خداوند بنده دوست دارش درد میتید. من هزاران بار شکر میگویم که امروز خداوند مرا هم درد داده است و هم نام و نشان. و اونهایی که مسخره تون میکنن چی گفتن میخواید با چند جمله؟ میگن که خنده خرسواره، هر کس که میخندد میبیند، ولی از فرزندش میبیند، از نبیرهش میبیند. این چیزها میتونن در حقیقت علم شما رو بیدار کنند و شما رو به غضب بیارن. یعنی شما صبر میکنید. بله. کوشش نکردید که سراینده شوید؟ یک بار خود رو در همین سمت ریسک کرده کنید. شاید شوید. یعنی زبایدالله از خون میشود. خوبتر میشه. این هم نویگری است و خدا کند که با یک سرود توانید که باز اینترنت رو مثل شعری زیمان انجیده اووزدار گردانید. او حافظه بیرحمش باشه. بهترین. و در نزدیکترین فرصت چی نقشه های اجودی نو دارید؟ حاضر همه کارها، همه کوشش ها تنها برای شام اجودی است. شام اجودی را دیمون پرا گذارانم. بعد سفر دارم به سمرقند، یک دو سرانده ازبیک دعوت کردم و در کلیپ ها شام نقش بازی کنم. نصیب سفر داریم به شهر سمرقند. برای وزی مبلغ؟ بله. بسیاری ها میپرسند که زبایدالله رو به توی های ما دعوت کنیم، میامده باشد؟ چرا نه، اگر بند نبو باشم حتما میبیم. من تا جایی به شما پیشگویی کردم میتونم که در حقیقت در توی مرکه های میرود و باور میکنید همین قدر توی مرکه هاش زیاد است و شما میتونید که پیشکی با کی مراجعه نماید؟ بله، در آن پروفیل اینستاگرام من وای هستای، رقم های منیجرم هست، زنگ زنن. میگویند که اگر یک ارزو گل کند باز ارزوهای دیگر اضافه میشوند. چه ارزوی دیگر دارید که مقصد میخواید عملی شود؟ همین صاحب خانه شوم، مادرم به خانه خود روان کنم. نصیب دیگر همش آهسته آهسته میشود، همش وابسته به تنی صحت. همین تن صحت باشد، خدا به شکر همش میشه میشه. ما نیز دعا میکنیم که همه ارزوی شما عملی یابند و در فرجام برنامه میخوام زبایدالله از دفتر اجتهادی خود یگان مصرع، یگان چهار مصرع سر چی میگه، یگان چهار مصرع شعر زمزمه نماید. باشد. چرا من، چرا من بی کس و تنهایم امروز، به بندی غصه و غمهایم امروز. نمیدانم چه سازم با دل خود، چرا آشفته در دنیایم امروز. تلاطم میکند در سینه هم دل، ببین شوریده چون دریایم امروز. زی تنهایی دلم پر درد و داغ است، زی سوزی درد پر آوایم امروز. بسی آواره و خاطر پریشم، چون مجنون ساکنی صحرایم امروز. تشکر. تماشابینی عزیز، این بود برنامه چهره اینستاگرام و مهمانی برنامه ما بودند شاعر، ژورنالیست و ستاره توپ اینستاگرام زبایدالله که با تخلص زیمان رنجیده ای. ما احسن آفرین میگیم که شما دعوتی ما رو قبول کردید و مهمانی برنامه ما شدید. در آخر چی پیغام داره؟ و همه سلامتی سر به بلندی خواهانم. نفرایی که سخنهای خوب می نویسند در زیر کامنت ها سر بلند باشید. این شهادت از آن می دهد که معرفت شما بالاست، مدنیت شما بالاست. ولی نفرانی گپای خبه می نویسند، رحمت به شما نیست. مدنیت شما، معرفت شما، درک و فهمش شما
اما اون قدر است از روی نوشت معلوم است. از روی نوشت معلوم است که چی قدر ما کشی خدر مدنیت رو فهمش دارد. تشکر زبایدلو و تماشابینی عزیز با برنامه های جدیدی ما بیمونید. خیر تنسیت باشید.